این هفته چطور ممکنه این توی این جا بشه؟ آیا هواوی تاشوی جدید به درد بخوره؟ و آیا این آهنگ میتونه به یوروویژن راه پیدا کنه؟ نبض، دما، تعداد قدم‌ها، رژیم غذایی. این روزا هر چی رو که به سلامتی ربط داره میشه اندازه گرفت. و با این همه داده میشه فهمید کجای سبک زندگی آدم ایراد داره و درستش کرد. اما کار از این نکات ابتدایی گذشته. دیگه میشه با ابزاری که به گوشی‌های هوشمند وصل میشن حتی آسم و دیابت رو هم رصد کرد. اما برای ثبت علائم حیاتی بدن دستگاه پیشرفته تر از ساعت‌های هوشمند هم هست. حدود 26 میلیون نفر در سراسر دنیا نارسایی قلبی دارن، یعنی قلبشون نمیتونه به خوبی خون رو به دیگر اعضای بدن برسونه. اما مدت هاست که از فناوری برای رصد قلب داره استفاده میشه. در بیمارستان همرسمیت لندن دارن یک شیوه جدید رو به کار میگیرن. اندرو 71 ساله و بازنشسته است. بیماری قلبی داره و به لطف دارو سرپاست. مشکل چی بود؟ نفست گرفته بود یا درد قفسه سینه داشتی؟ نفسم گرفته بود، ولی نه اونجوری که نفس آدم سالم میگیره. من هر ماه وقت متخصص داشتم و یکی از مشکلاتم راه رفتن بود، چون فاصله بخش های بیمارستان زیاده. من هر 10-15 متر که میرم باید واسم نفس تازه کنم. امروز قراره یک میکروکامپیوتر رو توی قلب اندرو کار بگذارن. این چیزی که میخوایم براتون کار بذاریم اینجا قرار میگیره و فشار دهلیز چپ رو اندازه میگیره. اینجوری پزشکا مدام از قلب اندرو اطلاعات میگیرن و اگه کوچکترین تغییری در وضعیتش پیش بیاد دستگاه بهشون خبر میده. وقتی از قبل خبر بشم دیگه لازم نیست هر بار بیام بیمارستان، چون میتونن همون توی خونه معاینه‌ام کنن. این دومی مورد آزمایش این شیوه در بریتانیا است. قبل از این هیچ وقت این داده های یک بیمار رو نداشتیم، مگر اینکه توی اتاق عمل بود و کاتتر توی قلبش بود. در نتیجه این میتونه گام مهمی باشه. میتونیم داروها رو از خیلی زودتر جوری تنظیم کنیم که علائم بیماری کمتر بشه و از همه مهمتر شخص ناچار نشه بیاد بیمارستان. اون ابزار رو از طریق رگ‌ها به قلب میفرستند. وقتی به مقصد رسید بالاهای کناریش باز میشن و حسگر به دهلیز چپ میچسبه و پیشرفته ترین قسمت یعنی میکروکامپیوترش به دهلیز راست. برای اینکه ایمپلنت کوچکتر بشه از یکی از فناوری‌های موجود استفاده کردیم که برای ارسال داده به باتری احتیاج نداره. تقریبا همون جوری که یک گوشی با شارژر بی سیم شارژ میشه این دستگاه شارژ میشه. این بندی که روی لباس میاد هم انرژیش رو تامین میکنه، هم ازش داده میگیره و میفرسته به کلاد. از اونجا به بعد دیگه کار الگوریتم هوش مصنوعیه تا اطلاعات رو تفسیر کنه و اگه لازم بود کاری انجام بشه به پزشک خبر بده. هرچه در طول زمان بیشتر داده بگیریم سیستم هوش مصنوعیمون بهتر کار میکنه. حالا دیگه وقت جراحی اندروه. پزشکا با اولتراسوند و اشعه ایکس داخل بدنش رو میبینند. ابزار رو از طریق رگهاش میفرستند تو و یکی از دیوارهای مرکزی قلبش رو سوراخ میکنند تا میکروکامپیوتر رو نصب کنند. این قسمت کار معمولا خطرناکتره. الان داره وارد قلب میشه. خوشبختانه عمل اندرو طبق برنامه پیش میره. این تنها راهیه که میشه از دهلیز چپش مستقیما اطلاعات گرفت. الان ابزار از کاتتر جدا شده و نشسته روی جدار. میتونین دو طرف چرت مانند ابزار رو که برای ایمنی و برای جمع‌آوری داده به دو طرف جدار وصل شده ببینید. عمل خیلی بی مشکل انجام شد. 100% موفق بود.
یک ماه پس از عمل دوباره رفتیم تا ببینیم چه داده هایی جمع کردن و چقدر به درد بخوره. داده هایی که گرفتیم نقص نداره. درست این همون داده هایی که موقع عمل با کاتتر میگیریم. یعنی کیفیت داده بسیار بسیار خوبه. و این داده ها در دراز مدت چه استفاده ای دارن؟ میتونیم تغییرات فشار داخلی قلب اندرو رو ببینیم و این قاعدتاً پیش از اون که علائم بروز پیدا کنه خواهد بود. بنابراین میتونیم داروهاش رو تنظیم کنیم جوری که علائمش بدتر نشه و همین جوری باشه که الان هست، سرحال و قبراق. و این چقدر زندگی اندرو رو عوض کرده؟ به لحاظ حسی باعث شده حس کنم آینده ای هم هست. قبلا مثل این بود که منو گذاشته باشن توی قفسه منتظر که یه اتفاق بعدی بیفته، ولی الان حس میکنم امکان درمان های بعدی هم هست. این هفته نتفلیکس در سه ماهه اول سال 16 میلیون مشترک جدید اضافه کرد و تعداد ثبت نام‌هاش به نسبت سال گذشته دو برابر شد. نینتندو گفته در پاسخ به تقاضای افرادی که در خانه مانده‌اند، تولید سویچ را 10% افزایش می‌دهد و فیسبوک اپ گیمش را قبل از موعد راه‌اندازی کرد. حرکتی که گفت مستقیماً در پاسخ به خانه نشینی اجباریه. فیسبوک همینطور یک نقشه آنلاین از میزان حس بیماری مردم در ایالات مختلف آمریکا رو با دانشگاه کارنگی ملون راه اندازی کرد. افراد میتونن در این سایت هر گونه علائم کووید 19 یا آنفلانزا رو گزارش کنن. به گفته طراحان نقشه، حتی چند هزار پاسخ میتونه به اونها در پیشبینی دقیق نحوه شیوع بیماری ها کمک کنه. دستگاهی که از یک رایانه کوچک رزبری پای ساخته شده برای بررسی از راه دور علائم حیاتی در بیماران مبتلا به ویروس کرونا آزمایش شد. مهندسان دانشگاه تورنتو سیستمی را طراحی کردند که با اتصال به دستگاه‌های مختلف پزشکی مثل آکسیمیتر، داده‌های اونا رو به کامپیوتر و از اونجا از طریق وب به کادر درمانی منتقل می‌کنه. 60 ماهواره دیگه توسط استارلینک میشن اسپیس اکس متعلق به ایلان ماسک به مدار پرتاب شدن. این ماهواره ها به 300 ماهواره موجود در فضا اضافه میشن. اسپیس اکس میگه قصد داره با 12,000 ماهواره کل کره زمین رو تحت پوشش اینترنت قرار بده. و در آخر این هفته مصادف بود با 50th سالگرد روز زمین و جشن های امسال عمدتاً به صورت آنلاین برگزار شدن. در همین راستا ناسا ویدیویی از تصاویر خیره کننده زمین طی 50 سال گذشته منتشر کرد و آژانس فضایی اروپا هم دعوت استیون هاکینگ به همبستگی رو پخش کرد. One planet, one human race. پایان ماه فوریه هر سال زمان بزرگی برای ماست. ماه‌ها با زحمت برنامه‌ریزی می‌کنیم و با هزاران خبرنگار دیگه برای پوشش گزارش‌های خوب دست و پنجه نرم می‌کنیم و به کنگره جهانی موبایل در بارسلون می‌ریم. اینجا جایی که شرکت‌های بزرگ از گوشی‌های جدیدشون رونمایی می‌کنن و شرکت‌های کوچک نوآوری‌های هوشمندانه جدیدی رو نشون میدن که ممکنه روزی دنیا رو تغییر بده. اما همونطور که احتمالاً خبر دارید، امسال MWC به خاطر نگرانی‌ها درباره ویروس کرونا لغو شد. این یک کابوس برای صنایع ارتباطات بود و کاونم که برای تهیه گزارش رفت اونجا فکر کرد که احتمالاً یه هفته رو مرخصی خواهد بود. اما همه چی لغو نشده بود. بعضی از شرکت‌ها به بارسلون اومده بودند و ما این خبر خوش رو به کاون رسوندیم. کنگره جهانی موبایل یا MWC همه ساله اینجا برگزار میشه. حدود 100,000 نفر از گوشه و کنار جهان برای دیدن تازه ترین فناوری ها و گوشی های همراه گرده هم می آین و اینجا معمولا جای سوزن انداختن نیست. امسال از بخت و اقبال من اما از ترس شیوع کرونا پشه هم پر نمی زنه. با لغو MWC مثل خیلی ها چون امکان نداشت منم پروازم را در مدت کوتاهی که مانده بود لغو کنم، فکر کردم شاید این فرصتی باشه برای گردشگری و خوشگذرانی.
ولی معلوم شد که تک و تک شرکت‌های دیگری مثل هواوی که برای این رویداد خرج زیادی کرده بودند هم نخواستند پروازهایشان را لغو کنند و از فرصت استفاده کردند تا برنامه خودشان را برگزار کنند. ریچارد یو، مدیر عامل هواوی، هم برای رونمایی از محصولات جدید شرکتش به بارسلونا آمد. در سالن نچندان پر و در ویدیویی از قبل ضبط شده از اولین گوشی تاشوی هواوی رونمایی کرد. این هم گوشی جدید هواوی میت ایکس اس که تاشو است و در واقع دو صفحه است که تبدیل میشه به یک صفحه کاملا بزرگ. ویژگی های زیادی داره، اما یکی از بخش های جالبش که توجه من جلب کرده است که ما وقتی عکس طرف مقابل میخوایم بگیرم، او هم خود در این تصویر بتونه ببینه. وقتی گوشی رو باز میکنید، اگر عکس یا اپی مثل اینستاگرام روی صفحه باشه، فضای تمام نمایشگر پر میکنه. یکی از چیزهایی که در این گوشی وجود نداره نقشه گوگل است، چون این گوشی هنوز اپ های گوگل نداره، ولی هواوی گالری اپ های خودش خواهد داشت، چیزی که به ادعای طراحاش با گوگل پلی و اپ استور رقابت میکنه. یکی از نگرانی ها در مورد گوشی های تاشو است که نمایشگرشان به راحتی بشکنه و یا ترک برداره، ولی هواوی میگه بعد از گوشی میت ایکس نمایشگر جدید گوشی هاش مقاوم تر است. اما یکی از گوشی هایی را که برای نمایش گذاشته بودند دیدم که خراش بزرگی روی نمایشگرش دیده می شد. هواوی میگه پوش و قاب محافظ هم عرضه خواهد کرد. هواوی از این فرصت استفاده کرد و از چند محصول دیگه هم پرده برداشت. یکیش بلندگوی هوشمندی بود به نام ساوند ایکس. گوشی را برش نزدیک میکنین تا وصل بشه. بعد میتونین به راحتی موسیقی پخش کنین. صدای نمونه‌ای که اینجا به نمایش گذاشته بودند حسابی بلند بود. از ویژگی‌هاش هم میشه به این اشاره کرد که برای خاموش کردنش کافی است دستتان روش بگذارین. علاوه بر این، سازندهش گفت که بلندگوها در داخلش طور جاسازی شده که جهتشان برخلاف یکدیگر است تا موقع پخش موسیقی لرزش ناشی از صدای بلندگو یکدیگر را دفع کنه و در نتیجه میز و بلندگو نلرزه. این یعنی شما میتونین دو برابر بلندتر از بلندگوهای هوشمند اپل موسیقی پخش کنین بدون اینکه بلرزه و یا بیفته زمین. محصول دیگری هم به نمایش گذاشتن به نام MatePad Pro، تبلت شبیه آیپد ولی با امکانات و ویژگی های متفاوت که 5G را هم پشتیبانی میکنه. علاوه بر این که نسبت به سایر تبلت ها حاشیه کمتری داره و نمایشگرش تقریبا تمام صفحه است، باریکتر است و قدرت عکاسی بهتری هم داره. همینطور مجهز به 4 میکروفون است با امکانات حذف نویز. ویژگی دیگه ایست که میتونین چند سفر همزمان باز کنین. و طور مثال موقعی که با کسی ویدیویی صحبت میکنین همزمان کنار صفحه یادداشت بردارین. قلم هم داره که ادعا میشه از ظرافت بسیار زیادی برخوردار است. برای آزمایش نمایشگر، نور، رنگ و دقت تبلت یک نقاش حرفه‌ای را هم استخدام کرده بودند تا کاریکاتور مرا برای اثبات ادعایشان بکشند. اگر فکر میکنین که شبیه ما است، احتمالاً حق با آنهاست. هرچند اثباتش سخت است، چون واقعاً معلوم نیست که این هنر میدپد پروست یا ناز شست نقاش. با این حال نام‌های محصولات هواوی هم کمی جالب به نظر می‌رسند. میدبوک، میدپد پرو، ام پنسل، به نظرتون از کجا الهام گرفته؟ در گوشه دیگر شهر یکی از بزرگترین تولید کنندگان مسواک، اورال بی، هم بر رغم برهم خوردن برنامه اصلی MWC رویدادش برگزار کرد. او هم با نمایش پرزرق و برق و شام مجلل و نور و لیزر و این قضایا. نسخه جدید مسواکشان یعنی اورال بی آی او رانشگر مغناطیسی داره که به گفته طراحاش کمک میکنه سر و صدای کمی تولید بشه و مسواک یک وزوز مختصری داشته باشه. البته اینجا سر و صدا به حد زیاد بود که نمیشد این ویژگی مسواک آزمایش کرد. برای همین نمونه ای از این مسواک قرض گرفتم تا امشب پیش از خواب آزمایشش کنم. خیلی وقت است که مسواک های برقی به بازار آمده تا جای مسواک های سنتی را بگیره و تا جای هم گرفته، اما یک کمی پر سر و صدا است و میتونه گاه اذیت کننده باشه. ولی طراحای این مسواک جدید طراحی کردن که میگن امکانات تازه داره و شاید جایی مسواک هم بگیره، از جمله ای که بی صدا است یا کم صدا، ولی من سر صداش میشنم.
البته جاهای دیگری هم امتحانش کردیم، هم مدل جدید و هم مدل قبلی را کنار هم گذاشتیم و به نوبت صدای هر دو را آزمایش کردیم که تفاوت خیلی زیادی نداشتند. در واقع مشکل اصلی وقتی پیش می آید که وقتی آخر شب مسواک می زنین، صدایش نباید از پشت در دستشویی شنیده بشه تا بقیه اذیت نشن. این را هم امتحان کردم و صدای این مدل جدید را هم میشه از پشت در شنید. ولی اگر تعجب کردین که شرکت سازنده مسواک چه ربطی به گوشی همراه و MWC داره، خب جواب این است که مسواک ها مجهزند به بلوتوث و البته یک نمایشگر کوچک هم با چند شکلک دارند. البته یکی از امکانات دیگه ای که این مسواک داره ای است که 100% باید همه دندانهایتان هم مسواک بزنین که اگر زودتر قطع کنین ناراحت میشن. آنر هم برنامه معرفی محصولاتش برگزار و از گوشی ویو 30 پرو رونمایی کرد. قابلیت ضبط دوگانه دارن، یعنی میتونین با لنز واید و کلوز اپ همزمان فیلم برداری کنین. ریلمی هم که قرار بود امسال برای اولین بار در MWC بارسلون شرکت کنه، مجبور شد برنامه رونمایی از محصولاتش در عوض در مادرید برگزار کنه. گوشی X50 Pro امکان جدیدی داره که میتونین با کمکش خودتان را بر چند دقیقه بیرون گوشی زندانی کنین و با گوش دادن به موسیقی به خودتان کمی استراحت بدین و درد شرایط این روزا میخوره که از استراب کرونا کمی دور باشین. و موضوع دیگه ای که از زیر خاکستر رویداد MWC امسال رویداد دیگری بیرون شد، رویداد سیمرغ یا فینکس، فرصتی برای ملاقات و طرح ایده های شرکت هایی که برنامه هایشان به خاطر لغو برنامه اصلی برهم خورده بود. فکر نمی کنم چیزی بتونه جای تعامل رو در رو بگیره. این بحث هر روز من با دیگرانه. مسئله اینه که وقتی ارتباط فیزیکی باشه و مستقیم، کسب و کار یه جور دیگه است. به نظر میرسه لغو MWC برای همه هم چندان کابوسی نبوده، ولی آمادگی هایی که شهر بارسلون برای پذیرایی از مهمان های MWC انجام داده بود برهم خورد. بغیر از یک چیز که برای دنبال کردنش باید بریم زیر زمین و درون تونل. این ایستگاه های متروی بارسلون برخلاف معمول این وقت سال سوت و کور به نظر می رسند. ولی یکی از پروژه هایی که قرار بود در رویداد امسال کلید بخوره، در این وضعیت هم به کارش ادامه داده. قرار بود شرکت کنندگان در راه رسیدن به محل برگزاری MWC اینجا پوشش فوق‌العاده سری شبکه گوشی همراه را تجربه کنند. طرح 5G بارسلون ای بود که خدمات نسل آینده گوشی های همراه را به این شهر بیاره. در حال حاضر این خدمات در 4 ایستگاه متروی بارسلون از جمله یوروپا فیرا، نزدیکترین ایستگاه به محل برگزاری MWC، فعال شده. ولی 5G تنها در ایستگاه ها فعال نیست، حتی داخل تونل ها و هنگام حرکت قطار هم فعال است. یکی از اولین تونل های مجهز به 5G در جهان. و اما سرعتش؟ هنوز خیلی از کشورها در مورد استفاده از اینترنت 5G یا نسل پنجم محتاط هستند، اما در اسپانیا، در بارسلون اینترنت 5G حتی در قطارها و زیر زمین راه پیدا کرده با سرعت 290 MB در ثانیه، که اگر من ببینم 4G خودم میشه 30 MB در ثانیه، که تقریبا بیش از 10 برابر اینترنت تلفنم است. سرعتش داخل تونل بالا و پایین میشد، بین 170 تا 500 مگابیت بر ثانیه، که انصافا سرعت خوب است. ولی وقتی قطار به سکوی ایستگاه آمد تا بیش از 1 گیگابیت در ثانیه هم رسید. این یعنی میشه مثلا یک ویدیوی یوتیوب هنگام حرکت قطار در یک تونل بدون قطع و وصل به صورت آنلاین تماشا کرد. ولی این پروژه چطور تحقق پیدا کرده؟ برای یافتن پاسخ به این پرسش منتظر ماندیم تا آخرین قطار به مقصد برسه و با پایان ساعت کار قطارها بتانیم وارد تونل شویم و آنتن‌های 5G را بررسی کنیم. هر مجموعه از این آنتن‌ها حدود 500 متر از هم فاصله دارن و در حال حاضر بین 4 ایستگاهی که گفتیم 1500 دستگاه آنتن نصب شده. مالک همه این دکل‌ها فعلا فقط یک شرکت مخابراتی است. با این حال برنامه ایست که 5G همه شبکه قطار شهری را تحت پوشش قرار بده. تاریخش هنوز مشخص نیست، ولی خدمات 5G به دکل‌های بیشتر نیاز داره که تنظیماتش هم به همین سادگی‌ها نیست. اینا فعلا گام‌های اوله. برای ما سختی که همه پروسه نصب و راه اندازی رو الان انجام بدیم. خیلی گرونه، ولی فکر می‌کنیم که سرمایه‌گذاری خوبی برای این شهر خواهد بود. ما می‌خوایم اپراتورهای مختلف و شبکه‌های متفاوتی رو در این زیرساخت‌ها وارد کنیم.
میتونیم در این مورد با ودافون صحبت کنیم. در حال حاضر فقط ودافون امتیاز آوردن این اینترنت پرسرعت به این تونل های تاریک داره. اما در آینده چیزی که فکر مردم مشغول خود کرد در کنار سرعت پول هم خواد بود. به این دلیل میگم پول، چون همین چند باری که خواستم سرعت اینترنت 5G را در تونل ها ببینم تمام دیتای گوشیم تمام شد. حدود 10 گیگابیت در کمتر از یک ساعت مصرف کردم. بنابراین با شبکه 5G شاید نیاز داشته باشیم که اینترنت نامحدود بخریم. ولی تا اینجای کار به نظر میرسه که 5G بخشی از جابجایی های روزانه در بارسلون شده و همونطوری که من صورتش آزمایش و مقایسه میکردم، این تونل ها شاید برای خیلی از شرکت ها آزمایشگاه خوبی باشه تا اپ هایشون امتحان کنن و ببینن که هم شبکه متروی بارسلون چطور میتونه ازش بهره ببره و هم مردم موقع جابجایی از چه چیزهایی میتونن روی گوشی هایشون استفاده کنن. نواختن درست ساز مهارت زیادی میطلبه، کار زیادی میخواد و البته استادی ماهر که من هیچ کدومشون رو ندارم. اما یه نگاهی به این بندازید. این AR پیانوه. شما گوشیتون رو به سوی کلیدهای پیانو میگیرید و کارتون راه میفته. در واقع یک انسان مجازی رو میبینید که بهتون نشون میده چطور میتونید با قطعات پیچیده‌ای که برای پیانو نوشته شده تا کنید. نکته جالب اینه که میتونید سرعت نواختن رو به آرومی پایین بیارید و خیلی بهش نزدیک بشید تا ببینید که انگشت‌ها و دست‌ها چطوری باید از یک کلید به کلید دیگه حرکت کنند و نوت‌ها رو بنوازند. اما مشکل اینه که من نمیدونم چطور میشه با یک دست گوشی رو نگه داشت و در این حال حرکات رو با دو دست کپی کرد و پیانو نواخت. هرچند من که پیانو ندارم، من سازدهنی دارم. اما یک راه دیگه برای اینکه دستی بر آتش یا بهتر بگم دستی بر پیانو داشته باشیم وجود داره. ال جی ریچ رفته به سراغ یک دستگاه نو، نمونه اولیه دستگاهی که سازندگانش ادعا میکنن میتونه به هر کسی نواختن پیانو رو آموزش بده. این کیبورد فسقلی قراره به من و شما موسیقی یاد بده. خیلی پیش میاد که یکی میگه آرزون بود یه ساز بلد بودم، ولی دیگه خیلی دیر شده. اما به نظر من هیچ وقت خیلی دیر نیست. با فناوری های جدید احتمال زدن آهنگای مورد علاقتون از اونی که فکر میکنین خیلی آسون تره. رفتم دفتر مرکزی شرکت رولی که نمونه آزمایشی کیبوردشون رو ببینم. اسمش رو گذاشتن لومی. با بلوتوت کار میکنه و کمک میکنه هر کسی بتونه آهنگ مورد علاقش رو یاد بگیره. کلیدای چراغدار قبلا هم روی خیلی از کیبوردهای مبتدی بوده. خاصیت لومی اینه که LED چند رنگ داره که باعث میشه آدم راحت‌تر بفهمه کجای کاره. مثلا همه نوت‌های دو قرمزن. طرز نوشتن نوت موسیقی صدها ساله که تغییر نکرده. ریشه‌اش برمیگرده به حرکات دست رهبر گروه‌های کر. مدیر عامل رولی هم از جمله کسانیه که معتقدن خوندن موسیقی هم باید متناسب با قرن 21 بشه. هنوزم بیشتر کسانی که ساز یاد میگیرن با همون روش نوت نویسی قدیمی یاد میگیرن. روشی که مال دورانیه که با قلم پر می نوشتن. حتی شکل نوت ها، اینکه دایره نیستن، هم مال اینه که با قلم پر می نوشتن. یعنی یه جورایی خطاطی 500 سال پیشه. و واقعا حیرت انگیزه که هنوز هم از همون علایم و همون شیوه استفاده میکنه. این وسیله به آیپد وصل میشه و اگه اپلیکیشنش رو هم نصب کنین ترکیبی بهتون ارائه میده که یه ذره جذابتر از یه صفحه نوته. تجربه یادگیری موسیقی یه عنصر شخصی و حتی خصوصی داره. یعنی وقتی شما لومی و اپلیکیشن لومی داری و هدفونت رو میذاری، انگار میری به جهان یادگیری خودت و با سرعت مناسب خودت حرکت میکنی و اپلیکیشن بهت بازخورد میده. هرچی هست بین شما و ساز شماست. احساس نمیکنی یه معلم یا پدر و مادر بالا سرت ایستاده و قضاوتت میکنه. احتمالاً نرم افزار لومی بیشتر از سخت افزارش میفروشه. از فهرست آهنگایی که شرکای لومی اجازه استفادهش رو دادن یکی رو انتخاب میکنین و اپلیکیشن کمک میکنه که اون آهنگو یاد بگیرین. اول یه سری بلوکه، شبیه بازی گیتار هیرو. بعد یاد میگیرین سر ضرب بزنین و با رنگا نوت‌ها رو پیدا کنین. و دست آخر میرسیم به نوت خونی مدل حرفه‌ای‌ها.
یه نوازنده یا موسیقی ماهر به جایی میرسه که میتونه چشمهاش رو ببنده و یه ارتباطی بین صدا و حافظه عضلانی و بدنش برقرار میشه و یه نقطه‌ای هست که دیگه میتونی اون بخش دیداری رو به عنوان یکی از اشکال اولیه تولید موسیقی و حتی تجربه یادگیری موسیقی بذاری کنار. ولی رسیدن به اون نقطه بسیار دشواره و بیشتر آدما به اونجا نمیرسن. به نظرم علتش اینه که حس میکنن این سیستم در کلیت زیادی پیچیده و زیادی خشکه. به چشم من که لومی خیلی قشنگ بود، دلم میخواست میشد رنگا رو خودت انتخاب کنی. بعید نیست به زودی این گزینه هم بهش اضافه بشه. به جز یکی دوتا مشکل تأخیر در اجرا، به نظرم محصول هوشمندانه‌ایه. تئوری موسیقی رو با بازی یاد میده، ولی یکم گرونه. اگه پول اضافی دارین میتونین چند تاشو بخرین، وصل کنین به هم و کیبوردتون بلندتر بشه. گذشته از همه این حرفا، اگه بیننده این بخش بودین و موسیقی دوست دارین، پیشنهاد میکنم با پیانو، کیبورد یا هر ساز دیگه ای شروع کنین. هیچ وقت برای یاد گرفتن دیر نیست. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید. به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.